خیلی ممنون به من گفته بودن هم تا اون دست بیاد پایین من به خاطر همین وایس من سلام و وقت بخیر میگم به همگیتون بعد از ظهرتون بخیر فقط خواستم بگم این قبول نیست من یکم حسودیم شد اون بچه های مردم که میگن شما بودید خیلی واقعا این پرستش اونقدر به من چسبید و این همخانیتون که همگی با هم میومدید با اون پرستش من واقعا خیلی برکت, برکت گرفتم لذت بردم و میخواستم بگم همجوری پرستش ادامه بدیم پیغام بعدا از برادر آلبرت میشنوید و این شبان شما واقعا ناچار فرانس است <applause> بله خواهر نصی عزیز برادر آلبرت خیلی زحمت میکشن خیلی عزیزان پربرکتی هستن من فکر کنم که یه دیم از اینستاگرام با ما همراه هستند من از کلیسای آلفا و مگا به شما سلام میگم امروز من هم اینجا مهمان هستم ولی حس مهمانی من ندارم اومدیم تو جمع خانواده الهیمون آمین دعا کردن ولی من هم با اجازهتون یک کوچولو فقط خیلی مختصر مفید دعا میکنم بعد با هم دیگه کلام خدا رو میشنویم خداوند پدر جان پدر آسمانی من هم با شکر و سپاس در حضورت خداوند در خانه تو در کنار فرزندان تو استادم خداوند و شکر میکنم برای این خانواده الهی که به ما بخشیدی در هر جای دنیا خداوند بدون اینکه ماها قبلا هم دیگر رو ملاقات کرده باشیم ولی وقتی به نزد هم میایم هیچ حس غریبی نداریم خداوند را شکرت میکنم برای این فیض عظیمت و دعا میکنم همونجور که خواهرم اعلام کردن این پیغامی که خب با کلیسا در میون بذارم خداوند تک به تک کلماتش از اراده روح قدوس شما باش به نام مسیح آمین من می‌خوام امروز در مورد موضوعی که صحبت کنم تحت عنوانش هست تحت عنوان ماموریت هستش ماموریت قبل از اینکه وارد این بحث بشیم میخوام به کلمه ماموریت یه نگاهی بکنیم که اصلا معنیش چیه شما ها نظری دارید در مورد ماموریت بگید ماموریت یعنی چی خارج رو بسن انجام رسن. بله بله تو فرهنگ لغت به معنی همین چیزایی که شما گفتید و رسالت وظیفه مسئولیت و یه کلمه زیبای فارسی هم براش از گماشتگی یکی که گماشته شده برای یک چیزی و یه جایی من خوندم نوشته بود معموریت عبارت هست از این جمله یکم فلسفیه فلسفه وجودی اهداف بنیادین یا به عبارتی مقصود اصلی که شرکت در جامعه به عهده خود گرفته است تا بتواند با اینجاش مهمه بتواند با خدماتی که میرساند آن را محقق کند این داره یعنی به من میگه که به من و شما داره میگه اگر به چیزی معمور شدی هدف این هستش که هر کدوم از ما از هر طرفی به هر چیزی که معمور شدیم اهداف اون معموریتمون رو باید محقق کنیم آمین تعریف های بالا رو که در مورد محدودیت معموریت شنیدیم میتونیم بفهمیم کسی که معمور شده اونقدر به من گفتن اینو بیار بالا من حرف گوش نکردم صدا آوردن بالا ببخشید کسی که معمور میشه به یک معموریتی اعزام بشه یا اهداف اون بنیاد اون سازمان اون جامعه رو به جا بیاره از طرف اونجا معمور هست و نمیتونه از استانداردهای اونجا تخطی کنه درسته؟ اگر هر کدوم از ما ما امروز تو کلیسا هستیم ما هر کدوم اینجا یک معموریتی داریم من نمیتونم اینجا بیام با قوانینی که برای خودم دارم اینجا حرکت کنم در کلیسا ما معمور هستیم از طرف کی و با استانداردهای اون حرکت میکنیم درسته؟ بیایم به چند تا معمور در کتاب مقدس نگاه کنیم و ببینیم که چه معموریت داشتن و اینها رو اصلا چگونه انجام دادن اشکال نداره عزیزا من اینجا راه میرم از کادر شما خارج نمیشم. اوکی اولین معمور کتاب مقدس کیه؟ اگه گفتید آدم اولین معمور کتاب مقدس و اولین معموریتی که خداوند بهش داد چی بود؟ تو کتاب پیدایش میگه خداوند آدم را گرفت او را در باغ عدن گذاشت تا کار آن را بکند و از آن حفاظت کند بهش معموریت داد گفت من تو رو خلق کردم تا شبیه من باشی ناظر خلقت من باشی و مواظبت از این باغ به عهده توست ما قدیما توی باورهای دیگه که بودیم فکر میکردیم این باغ عدن یک جایی در بالای ابرها بوده و چه میدونم تو آسمان بوده و حتی یه فیلمی درست کرده بودن زمانی که آدم سقوط آدم رو میخواست به تصویر بکشه آدم از روی ابرها میومد تلق میافتاد رو زمین ولی کتاب مقدس برای ما اینو باز کرد که باغ عدن رو همین کره زمین بود یه جایی نزدیک ایران خودمون در منطقه بین و نهرین درسته؟ این باغ، این خلقت مأموریتش به آدم داده شد و ما از نسل همان آدم هستیم خواهرم روبینا ببخشید من صبحم داشتم با فیروزه صحبت کردم میگم روبینا میگه عزیزم رومیناست روبینا نیست الان باز من گفتم خواهروب خواهرم رومینا در مورد طبیعت صحبت کردند حفاظت از این طبیعت مراقبت از این طبیعت مواظبت از خلقت خداوند به من و شما سپرده شده آیا این مأموریت رو درست انجام میدیم یا نه من فکر میکنم خواهرم این دردی که از قلب شما میاد بیرون ای وای این چمنها چرا داره زرد میشه این چیزیه که خداوند در خلقت در وجود شما بر وجود ما گذاشته که وقتی به این طبیعت نگاه میکنیم دلمون میسوزه مأموریت ما این هستش که از این خلقت خداوند حفاظت کنیم معموریت ما این هستش که معموریت خودمون رو به خوبی انجام بدیم در ادامه نگاه کنیم آیا آدم معمور خوبی بود؟ معموریتش رو خوب انجام نداد و خداوند من فکر می کنم اونجا لحظه گفت اشکال نداره. تو ماموریتت رو خوب انجام ندادی من آدم زیاد دارم جناب شیس بفرما یکم جلو، جلوتر بریم برسیم به یکی دیگه از مامورهایی که یک ماموریت بزرگی تو کتاب مقدس داشت کی؟ نو اونم معمور بود بله همه اینها معمورهای خوبی هستن ولی من میخوام در مورد یه چوپان با صحبت کنم موسا موسی معموریت رافت تا قوم رو از اون سرزمین مثل بیاره بیرون اونها رو نجات بده اونها رو راهنمایی کنه بگه بفرمایید بیاید این راهیه که خداوند نشون داده بیاین از اینجا بریم و تا زمانی که موسی در استانداردهای خداوند داشت حرکت میداد هر روز هر روز و هر روز خداوند به معموریت او داشت برکت میداد تا اینکه رسید توی تورات کتاب تورات رو میشناسید دیگه در عهد جدید در... عهد عتیقه نه حواستون هست عهد عتیق کتاب تورات دو جا در کتاب تورات یکی خروج باب 17 یکی اعداد باب 20 هر دوتای اینها من ترجمه های دیگر رو نمیدونم تو ترجمه قدیم تحت عنوان براش اسم گذاشته و اسمش هست آبی از صخره. تو هر دوتاش موسا داره معمولیت انجام میده تو عداد 17 خداوند میگه اسایت را بر این صخره بزن تا آب از او بیاد بیرون و این معمور معمولیتش رو به نحو احسن انجام میده در اطاعت در استاندارد خدا میزنه و آب میاد بیرون و برکته همون موسا اومده توی اعداد باب 20 قبل از باب تو, نوز... تو, باب 19 وقتی نگاه میکنیم این قوم اونقدر قر میزنن اونقدر شکایت میکنن اونقدر هی میگن هی میگن این رفته رو مخش و خداوند میاد در حضور خداوند میگه بابا اینا تشنن دوباره خداوند میگه به صخره بگو آب بیاد موسایی که عصبانیه موسایی که فاز و نول ها یکم قاطی کرده از قر زدن این افراد خوب نمیشنوه خداوند چی میگه و اثارو رو میاد میزنه و دو بار هم میزنه حرکت در خداوند اینقدر حساسه خداوند میگه نه اوکی من وعده دادم گفتم آب خواهد اومد میاد این آب میاد ولی من گفتم بگو تو زدی استانداردهای های خدا اینقدر ظریف بعضی وقتا ما دعا میکنیم میشینیم میگیم خداوند من از تو معموریت میخوام من از تو رویا میخوام من از تو یه راهنمایی میخوام میخوام حرکت کنم و خداوند میگه چشم فرزندم بگو ما میریم میزنیم بعد میگم یقه خدا رو میگیریم خدا چرا؟ چرا اینجوری شد؟ من اتفاقا اینجا دیروز یه عزیزی از جویس مایر از من پرسید نمیدونم بعضیا شاید مثل من دوستش دارم بعضیا دوستش ندارم من نمیدونم ولی یه خاطره خیلی قشنگی داره جویس مایر میگه من یه همسایه آتئیست داشتم و این باخچه میکاشت تو همون آمریکا و این باخچهش میگه خیلی پربار بود میگه یه روزی من همجور نگاه کردم گفتم اینکه که آتیسته این که بی خداست خدا اینقدر اینو برکت داده من که فرزند خدا من بکارم ببین چه شود <applause> میگه اومدم شروع کردم رفتم وسایل باغبونی گرفتم بیل و کلنگ و نمیدونم افتادم به جون این باخچه و بیل زدم و کاشتم و اینام جوانه زدن و داشتم کیف میکردم میخواستن که گل بدن محصول بدن یهو دیدم همه خوش شد و میگه اومدم نشستم یقه خدا رو گرفتم خدا چرا این کار با من کردی؟ چرا فرزند تو لایق این دونستی که اینجوری محصولش از بین بره چرا 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 همینجوری میگه قر میزدم میگه یک لحظه خدا من گفت جویس اجازه میدی من یک کلمه بگم گفتم بفهم گفت مگه من, من به تو گفتم برو باخچه بکاش چرا یقی منو گرفتی من تو رو معمور کردم بری معیزه کنی من تو رو معمور کردم بری به فرزندان من خدمت کنی نگفتم برو باخچه با. من به تو گفتم بگو تو داری میزنی معموریت درست انجام نشده بود و شکست خورد ولی تو اون یکی معموریتش چون امینه میخواد یه عده دوست داشته باشن میخواد یه عده دوست نداشته باشن یک کلمه میگه چندین نفر ایمان میارن برکت میاره موسا معمولیتش رو درست انجام نداد گوش نکرد خداوند گفت اشکال نداره ولی من موسی زیاد دارم یوشه بفرما و موسی تو سرزمین وعده را نخواهیدید برکتش داد موسی در اون جای آسمانی که باید بشینه نشست موسا نجاتش رو داره اما ماموریتش رو از دست داد خداوند اون افتخاری که بهش داده بود ازش گرفت دیروز صحبت کردیم بعضی وقتا خداوند یک ماموریتی به ما میده افتخار میده به ما که این کاره ولی ما با منت انجام میدیم یه کوچولو کافی یه کاری برای خدا به چنان غروری ما روی خدا امروز کلی خدمت کردم کلیسا تو فرزندان تو نمیدونم رفتم از شبان اطاعت کردم نمیدونم از به فلانی اینجوری محبت کردم یه ای همینجوری برای خودمون میگیم خداوند میگه چه اشکالی نداره آقای بابک خان اینقدر به خودت نناز من بابک زیاد دارم تو نباشه یکی دیگه میاد اینجا کار من انجام میده من یوشع زیاد دارم یه معمور دیگه اگه گفتید زیاد اسم و رسم خوبی نداره ولی معمور بود راهنمایی میکنم اولین معمور برای پادشاهی قوم اسرائیل شاول شاول معمور شد پادشاه بشه برای قوم خداوند با چه به قول ایرانیش با چه سلام سلواتی اووردنش تو کار تاج گذاشتن سرش پادشاه شد معموریت یافت ولی خداوند نظرش اینه که آن که بر قوم من حکومت میکند باید به عدل رفتار کند شاول معمور شد برای پادشاهی قوم اسرائیل ولی مثل یک پادشاهی که از طرف خداوند باشه رفتار نکرد بعد از یک مدت یادش رفت که چی بود چی شد یک خدایی به من افتخار داد که من پادشاه بشم یکی از من اینها رو به اسم شعر میگم چون که خیلی کتاب مقدس باور کنید یک وزن خیلی زیبایی مثل یه شعر میمونه همه چیز اونقدر زیبا چیده شده اول سموئیل باب پونوزدهش تو یک باب شروع باب با مس شاول برای پادشاهیه پایان باب پونوزده با ازل شاوله یک کوچولو این داره به من میگه میگه بابک خان حواستو جمع نکنی در یک باب معمولیت تو ازت میگیرم چون من شاول زیاد دارم و خیلی جالبه اینجا جانشین شاول رو نگاه کن کیه یک بچه نحیف لاغر چوپان کی بود؟ داوود شاول ازل شد چون که خداوند شاول زیاد داشت که در استانداردهای اون حرکت کنه ولی شاول دیگه استاندارد خدا رو گذاشته بود که ناش چقدر دیدیم من متاسفانه دیدم افرادی که در خدمت هستن ولی با استانداردهای خودشون میرن جلو افرادی که از طرف خداوند معمور شدند ولی معموریتشون رو با استانداردهای خودشون انجام میدن شاول نمیدونست چرا معموره داستان چیه خداوند گفت سموئل همون جوری که مستش کردی همون جوری هم ازلش کن یکی دیگه یه چند تا نمونه های خوب هم هستن همش من نمیخوام از معمور بد صحبت کنم یکی از اون معمور خوب همین جانشین خودش شاوله داوود قبل از اون یوسف هست یوسف یکی از معموران عالی بود یوسف برد... از بردگی رسید به شخص دوم مملکت یوسف به بردگی فروختند ولی یوسف سر یک رویا وایساده بود میگفت من میدونم خداوند با من کار داره وایساد تحقیرش کردن تو چاهش انداختن نمیدونم اونور اه... توی کاخ دیگه یوسف و زلیخا رو همه همون داستانش اون همه هاشیه ها رو گذروند ولی وایساد سر یک وعده خداوند وایساد یوسف گفت من مأموریتم رو میدانم و خداوند روز به روز بروز روز به روز روز به روز یوسف رو برکت داد چون خداوند چون یوسف میدونست مأموریتش چیه نمیخوام من هیچ انسانی رو جلال بدم ولی اینو از ته دلم میگم من نمیدونم بعضیاتون که منو میشناسید من سفر زیاد میرم ولی به جرعت میگم یک برکتی که من تو این کلیسا گرفتم اینجا معمولیت مشخصه رهبر این کلیسا میدونه معمولیتش چیه داره چی کار میکنه شماها میدونید کجا اومدید میشه حس کرد خداوند داوود رو خوند و بیا داوود یه کوچولو وسط های جاده خاکی داشت میزد ولی بلافاصله فاصله وقتی که رفیقش ناتان داشت با او صحبت میکرد و اونو ملزم کرد داوود به خودش اومد یادش اومد من چه مأموریتی دارم فرق دو کلمه هست با هم فرق دارن ما فکر میکنیم معنیاشون یکیه ولی فرق دارن چوپان با شبان فرق داره داوود چوپان بود چوپان کارش اینه که در عقب گله میره گله رو میزنه برو شبان جلوی گله میره میگه من شبان نیکو هستم بیایید شما رو میبرم خداوند داوود رو از عقب گله برداشت رو برد گذاشت جلوی گله گفت اونجا داری گوسفند میچرونی بیا اینجا من تو رو شبان فرزندان خودم میکنم من اجازه میدم تو رهبری کنی ولی داوود حواست باشا من داوود زیاد دارم و. کلت باد نکنه معموریتت رو انجام بده تو دوم سمول باب 23 آیات 23 رو اگر نگاه کنید اونجا خداوند اعلام میکنه آن که بر مردمان من حکمرانی کند عادل باشد و با خدا ترسی حکومت کند آن که از طرف من معموریت داشته باشد که فرزندان مرا خدمت کند آن که معمور باشد هر کار دیگه انجام بده حواسش باشه خداوند میگه با خدا ترسی این کار انجام بده هفت کوه پیروزی رو فکر میکنم همه تون میدونید معمولیت های خداوند فقط این نیست من روز توی سمینار هم گفتم بعضیاتون نبودید بذارید دوباره بگم یک روز یه عزیزی اومد به من گفت که بعد در خوش به حالتون که شماها میرید تو ملکوت در ملکوت جا دارید ما نداریم گفتم این از کجا اومد گفت کتاب مقدس گفته گفتم چی گفته او گفته فقط واعظین میرن تو ملکوت بقیه گفتم ببخشید من چه آیه ندیدم گفت باور کن هست آیه هست میگه به جای آورنده کلام باشید گفتم باور کن میگه به جای آورنده کلام باشید نمیگه به جای اون باشید داری اشتباه میخونی این منو یاد این میندازه ما فکر نکنیم معموریت فقط اینه که من توی کلیسا واعظ باشم فقط من باید یک خدمتهای خاصی رو انجام خداوند برای کارهای مختلفی ما رو معمور کرده مرد خداوند به تو معموریت داده همسر باشی به تو معموریت داده پدر باشی و زن خدا به تو معموریت داده مادر باشی همسر باشی مأموریتت رو درست انجام بده اگر در خانه پدر سر جاش نباشه مأموریت درست انجام نمیشه و ای فرزند خدا به تو مأموریت من دارم در مورد خانواده صحبت میکنم به تو خداوند مأموریت داده فعلا فرزندی مثل یک فرزند زندگی کن در محیط کارت خداوند تو رو مأمور کرده من یک مطلبی رو میخوام به مسی ما همه مسیحی هست اینجا غیر مسیحی هست شما ها فرزند خدایید لایق این فرزندی زندگی کنید تو یه محیطی اگه کار میکنی این معمولیتت رو چنان انجام بده همه با انگوش نشونت بدن بگن این مسیحی اگر ورزش میکنی چنان ورزش کن چنان به درخش همه بگن این مسیحی چند روز پیش من یه ویدیو دیدم از یکی از ورزشکاران یادم نیست کی بود فکر کنم نیمار بود یه گلی زد اومد جلوی دوربین دیدید اونو دستشو اینجوری برد بالا گفت عیسی مسیح نجات دهنده توست تو دنیای ورزش داره میدرخشه یه کاری بکن اون روز اینجا گفتیم یک یه جوری بدرخشه یک جوری مأموریتت رو انجام بده که بگن ماشین تو ببر پیش اون ارمنی چون کارش درسته که بگن برو پیش فلانی مسیحی کارش درسته حتما لازم نیست واعظ باشی شبان باشی چه میدونم خدمت معمولیت های خداوند فقط تو کلیسا نیست کلیسا بخشی از زندگی ما هست کلیسا جایی هستی که ما از اونجا تغذیه روحانی میشیم ولی اگر معمولیت تو خارج از کلیسا است فکر نکن من دیدم بعضی وقتا افراد خار میشمارن این معمولیت ها رو ولی خداوند ما رو خونده در هفت کوه پیروز باشیم در تحصیل در ورزش در شغلمون در کارمون در مدیا در خانواده و هفتمی هم کلیسا است آخرین معمور عهد عتیق رو میشناسید آخرین معمور عهد آفرین یحیی کیا فکر میکنن یحیی مال عهد جدیده می دونستید یحیی عهد عتیقه دیگه نه؟ آخرین معمور عهد عتیق یحیا در باب یک انجیل لغا از آیات 13 تا 16 رو وقتی میخونیم فرشته خداوند با زکریا پدر یحیا داره صحبت میکنه میگه دعایت شنیده شده من به تو فرزندی خواهم داد و اون فرزند معموره مواظبش باشید و خداوند اونجا داره بهش معموریت میده از من این آیه رو میخونم هر کسی هر جوری که دلش میخواد از این آیه برای خودش اون برکات رو دریافت کنه فرشته به دو گفت ای زکریا ترسان مباش، زیرا که دعای تو مستجاب گردیده و زوجت الیسابات برای تو پسری خواهد زاید او را یحیی خواهی نامید و تو را خوشی و شادی رو خواهد داد و بسیاری از ولادت او مسرور خواهند شد زیرا در حضور خداوند بزرگ خواهد بود شراب و مسکرا نخواهد نوشید و از شکم مادر خود پر از روح القدس خواهد بود بسیاری از بنی اسرائیل را به سوی خداوند خدایشان خواهد برگردانید خداوند داره استانداردش رو میگه میگه یه معموری رو من دارم میارم از طریق شما به این دنیا ولی استاندارد دارم من اینها رو باید رعایت کنه تو این استاندارد بره جلو با سرسپردگی بره جلو تا ماموریتش انجام بشه زکر یا حواست باشه من یحیا زیاد دارم یک فردی تو این دنیا بود همه تونم اصلا آدم خوبی نیست ولی جمله قشنگی داره جناب چرچیل میگه قبرستان ها پر از آدم هایی هستش که فکر میکردن چرخ دنیا بدون اونا نمیچرخه اون روز اینجا با هم دیگه صحبتی کردی من از یک فردی یک شهادتی که میداد اگر تلفن رو جواب نمیدادم اونی که نشسته تو ایران زنگ زده بود ایمان نمی آورد یه همچین جمله ای من یه جا شنیدم خداوند میگه واو تو جواب نمیدادی یکی دیگه رو من میذاشتم اون جواب میداد چی فکر کردی من نبودم اون ایمان نمی‌آورد، من اونقدر میشنوم طرف داره زندگیشو نابود میکنه به خاطر یک نفر نابود داره میکنه خانوادهش رو ول کرده خودش رو ول کرده و داره نابود میز. داره زخمی میشه بعد بهش میگی ولش کن بذار یکی دیگه خدمتش کنه نه برادر من اینو رها کنم این صندلی اینجا بود برداشتم همینجوری می... بهتون من اینو رها کنم برادر این بدبخت میشه من اینجوری وقت میگم میگم اون صندلی که روش نشستی مال خداست بلند شو یعنی چی من رها کنم بدبخت میشه تو داری نابود میشی خداوند نمیخواد به خاطر خدمت نابود بشی معمولیتی که مال تو نیست انجام نده خیلی راحت خداوند باور کنید نمیخواد خداوند از من اینو نمیخواد خانوادم رو نابود کنم که دارم خدمت میکنم خودم رو نابود کنم که دارم خدمت میکنم اگر داری شخصی رو خدمت میکنی نمیدونم این ملزم شدم اینو تاکیدی بگم و اون فرد داره تو رو نابودت میکنه رهاش کن خدا نباش خدا برای اون خادم داره خدا برای اون معمور زیاد داره معموریتت رو بدون گفتیم باشگاه ورزش میری خوب ورزش کن سر کار میری درست برو کلیسا میای بدون برای چی داری میای یا میبینی چشم تو باز کردی چند سال همینجوری داره میای و میری میای و میری چه اتفاقی افتاده هیچ من اینجوری بودم کلیسا رفتم اومدم یه روز چشمم باز کردم دیدم من سربازی رفتید دمتون نرفته باشیدم سرباز دیدید دیگه سربازا یه اتیکتی دارن اینجا اسمشونو رو اینجا یه طرف اسمشون رو میزنه یه طرف رستشون و گروهان و گردان و اینا یه روز من به خودم اومدم دیدم که من سالها اینجا نوشتن دو تا اتیکت داشتم یه طرفش اسم رو نوشتن بابک زینالی این نوشتن که یک مسلمان اومدم مسیحی شدم این اسم که سر جاش. این یکی اتیکت رو کندم یه اتیکت دیگه چسبوندم دادم یک مسیحی ولی همون بابک با همون رفتارها با همون افکارها با همون زیره هیچ تغییری هیچ هیچ اتفاقی نیفتاد من همونم فقط تنها اتفاقی که افتاده بود قبلا میگفتم ای وای خدا یا ما در آتش جهنم خواهم بود الان داشتم میگفتم به به فیض خدا هست در مسیح آزادی است <تص> تنها این اتفاق افتاده این هللویا نداره برداره <تص> 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 بله 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 یه روز دیدم خداوند از من میخواد من فکرم عوض بشه یه روز دیدم خداوند از من میخواد میگه آقا انسانیت کهنه درگذشت یه روز دیدم خداوند داره میگه تو باید از نو زاده بشی هرچی که بود و فراموش کن با استانداردهای من حرکت کن در انجیل متا و انجیل مرقس در عهد عتیق عهد جدید در عهد جدید انجیل متا و مرقس توی بخشای آخرش یک پاراگرافی هست ترجمه قدیم بهش میگه معموریت بزرگ مسیحی هستی ایمانت رو رو تاخچه نذاش خداوند به تو مأموریت داده من اونقدر دیدم افرادی که یک عزیزشون رو از دست میدن و میشینن گریه میکنن و وقتی بهش میخوای تسلی بدی میگه بیشتر از این که غم از دست دادنش رو داشته باشه من این جمله رو زیاد شنیدم برای این اشک ریزم چرا من از محبت مسیح با او حرف نزدم و امروز بدون نجات رفت بعض وقتا بعضی افراد هم هستن رحم نمی کنن <applause> ما تو کلیسا بودیم بردر به سالها پیش یه عزیزی مادر بزرگش رو از دست داده بود یه دختر جوان بود خیلی هم به این مادر بزرگ وابسته بود اصلا اومده بود نشسته بود تو کلیسا داشت گرگه میکرد بهش تسلی دادن اومد حالا نشست بعد خودش رو نتونست نگه داره موعظه که تمام شد به این واعظ به شبان که گفت بردر ببخشید من یه سوال دارم گفت بفرمایید گفت الان تکلیف مادر بزرگ من چی میشه خیلی آدم خوبی بود همینجوری ایماندار بود گفت میره جهنم دنیا رو سر این بچه فرو ریخت همینجوری گفت میره جهنم مأموریت داری مأموریت تو میدونی چیه لغا چهار هیجده چی میگه روح خداوند بر من است مأموریتت اینه که اینو باور کنی روح خداوند بر من است زیرا مرا محض کرده تا فقیران را بشارت دهم شکست دلان را التیام بخشم اسیران را به رهایی کوران را به بینایی راهنمایی کنم و تو اون آیه 19 هم خیلی آیه جالبه میگه سال نیکوی خداوند را موعظه کنم از سال نیکوی خداوند موعظه کردن منظورش موعظه اینجا نیست منظورش اینه که به دنیا اعلام بکنی که خداوند زنده است معموریتت ببین چیه سر جای خودت بیست در حضور خداوند بخوا ماموریتت رو اگر ماموریت خودت رو بدونی یهو چشم باز میکنی میبینی سالها سر معموریتت وایسادی و روز به روز داری برکت میگیری و برکت میدی خسته نمیشی ولی اگر اون معموریت مال تو نباشه دو روز بعد خسته میشی به زور اگر یک معموریتی رو از برادر آلبرت بگیری دو روز دیگه میای میگی برادر من خستم نمیکنم البته میدونم ایشون به زور به کسی ماموریت نمیده درسته برادر خاندگی خودمون رو بدونیم من دارم چی کار میکنم من تکلیفم توی زندگیم چیه با زندگیم چی میخوام تو خدمتم چی میخوام من چه مأموریتی دارم من و خداوند خونده که چیکار کنم این رو باید بدونم و اگر دونستم و اگر دارم حرکت میکنم در اون استانداردهای خداوند حرکت بکنم چون که خداوند بابک زیاد داره خیلی مهمه که من مأموریت بزرگ خودم رو بدونم و در اون مسیر حرکت کنم تو مأموریت بزرگ میگه بدیشان گفت در تمام عالم بروید جمیع خلایق را به انجیل موعظه کنید اون نهر آب حیات اگر در زندگیت جاری شده اگر چشیدی اجازه بده این آب این آب گوارا از طریق تو تو زندگی های دیگه هم جاری بشه فردا نری بگی که موعظه کردن گفتن ماموریت تو رو بدونید به من فهمیدم ماموریت من اصلا بشارت نیست بشارت رو باید سینا بره بگه خواهر روبینا بگه نمیدونم فلان برادر بگه دارن اشاره میکنن دوباره روبینا گفتم رومینا این مأموریت رو عیسی به همه داده بروید و انجیل را در تمام عالم موعظه کنید من دیدم افرادی که توی اروپا نشستند و اقدس خانم هنوز تو ایران هستند و یه دو سه ساعتی با هم دیگه تو تلفن سبزی پاک میکنن میدونید یعنی چی سبزی پاک میکنن؟ خب فلانی چی کار میکنه؟ هنوز اون ماشینش رو داره؟ بابا خیلی اون اون یکی اینجوری اینجو قیبت بعد اون تایم رو کوتاه بکنیم بهش بگیم بگیم راستی من بعد از اینکه اومدم قلبم رو به مسیح دادم زندگی من عوض شد بیا یکم از مسیح به تو بگم شیطان اینجا یه دروغی بهت میگه ها آخوند شدی تو هم آخوند مسیحی شدی ولش کنین حرفا رو بزنی بهت نمیدونم خورده میگیرن ایراد میگیرن این حرفا رو گوش نکنین ها دروغه اون نمیخواد اون عزیز تو نجات پیدا کنه اون نمیخواد خداوند معمولیتی که به تو داده برکت بگیری بگو خجالت نکش به دوستانت بگو به فامیلت بگو به آشناهات بگو بگو من نهر آب حیاتی در زندگی من جاری شده که اون رو چشیدم چنان شیرینه بیا به تو هم بدم خیلی از ماها من چند وقت پیش یه اپلیکیشنی پیدا کردم یه وبسایتی پیدا کردم اسمش اینجا نمیگم تبلیغات میشه <applause> لباس میباس و جنس های خوبی میفروخت ارزون بود به هر کی میرسیدم میگفت میدادم به بچه‌ها گفتم از این سایت میتونید خرید کنید جنساش هم خوبه زودم میاد خیلی از ما این کارو میکنیم نه یه جا میری خریدی میکنی سر میای به 10 تا از دوستا زنگ میزنی ببین فلان فروشگاه البته اگه حسود نباشیم این کارو میکنیم فلان فروشگاه جنس آورده حراج زده بوی برو بخر چرا این کار رو با ایمانمون نمی کنیم؟ چرا نمیگیم من نهر آب حیاتی رو چشیدم که منو نجات زندگی منو دگرگون کرد بیا به تو هم بله اینو بیا تو هم بچش بگو از فرصت استفاده کن خداوند این رو بهت داده خداوند تو رو مس کرده خداوند روحش رو در تو قرار داده هر کدوم لحظه بیای اصلا فکر کن ببین کی شده که خواستی به یکی از عزیزانت از مسیح بگی خجالت کشیدی مبادا تردت کنه همین الان بهش فکر کن و در حضور خداوند اینو اعلام کن بگو خداوند تو به من معمولیت دادی من امروز میرم باش صحبت میکنم سالها سه سال حدود سه سال سه سال خورده ای من خانواده هنوز نمی من مسیحی هم. و دروغ شیطان رو باور کرده بودم که اگر بگم چی میشه چه اتفاقی میفته من نمی گفتم من یک روزی جرأت پیدا کردم و گفتم نیم ساعت جبه گرفتن نیم ساعت بعد از اون برگشتن گفتن خب راهی که انتخاب کردی ولی بعدش به نیکویی ختم شد اجازه بده در اون معمولیتی که قرار گرفتی اون معمولیت رو خداوند برات مشخص کنه و در اون معمولیت با استانداردهای خداوند باید حرکت کنیم نمیتونیم خارج از اون استانداردها نمیشه حرکت کرد آمین به سرهامون رو خم کنیم چند دقیقه دعا کنیم و در حضور خداوند اعلام کنیم خداوند پدر جان من امروز یک بار دیگه خداوند شنیدم که معمور هستم برای انجام کاری فهمیدم که خداوند تو منو بیهوده به این دنیا نیاوردی مرا خاندی که خداوندا ناظر خلقتت باشم منو خوندی خداوندا که در زمین برای تو بدرخشم خداوند اگر تا به امروز مأموریت خودم رو نمیدونم میخوام تو این لحظه اعلام کنم ای روح القدس من جانم رو فکرم رو به شما سپردم لطفا خداوندا تمنا این که برای من روشن کنی برای من باز کنی اگر لحظه خداوند من صدات رو نمیشنوم متوجه نمیشم از طریق رهبرانم برای من باز کن که مأموریت من چیست ای خداوند و اگر خداوند در خانواده من پدر هستم در حضور تو میخوام عهد ببندم خداوند مأموریت پدریم رو آنگونه که منو خوندی انجام خواهم داد اگر مادر هستم همسر هستم مأموریت خودم رو آنگونه که خداوند داد تو میخوای انجام خواهم داد خداوند دعا میکنم اون مأموریت من رو برام روشن کنی و خداوند از خواهی میکنم توبه میکنم برای لحظاتی که خداوند برای اینکه کار تو رو انجام دادم در فکرم حتی لحظه رو سر تو منت گذاشتم خدا این افتخاری بوده که تو به من دادی و از این طریق خاصی به من برکت بدی وگرنه میدونم تو معمور زیاد داری شکرت میکنم خداوندا و اون مسیر معموریتی منو میخوام هموار کنی منو مس کنی و من رو برکت بدی خداوندا تا در تو بدرخشم در هر محیطی که هستم ورزش کار کلیسا هر جا که هستم خداوندا مس تو قوت تو با تک تک ما باشد به نام مسیح خداوند آمین